از افراد معتقد هستن وقتی ازشون سوال میکنیم که چرا فکر میکنید ارتباط جنسی دیگه بده، زشته اگر در سنین بالا انجام بگیره و چرا انجام نمیدید، چه عاملی هست که شما رو منع میکنه، معتقدن که خب بدن به شکل طبیعی داره رو به نقصان میره و داره همه چیز رو به کاهش میره، بنابراین این نیاز هم داره رو به کاهش میره، چون ما شنیدیم و خوندیم. اما همطور که خدمتتون گفتم این نیاز رو به نزول نداره و به وسیله بسیاری از تکنیک ها و آموزش ها میتونه فرم ثابتی رو بگیره، چه در مرد و چه در زن. این یک مورد. دومی که ادعا میکنن که وقتی بدن مریضه، وقتی که ما کمردرد داریم، پادرد داریم، مشکل فشار خون داریم، مشکل قند داریم و هزار و یک درد و مشکل و مسئله داریم، چطور اصلا ما میتونیم ارتباط جنسی برقرار بکنیم؟ مسلما میدونیم شرایط تاثیر مشکلات فیزیکی که فرد از نظر بدنی پیدا میکنه، داروهایی که داره استفاده میکنه و خود اون عوارض دارویی که میتونه تاثیر بذاره روی کم و کیف رابطه جنسی، همینا دخیل هست و منکر نیستیم. اما راه داره، یعنی بسیاری از مشکلاتی که در مردان به وجود میاد بنابر افزایش سن، چنانچه از سنین قبل افراد میدونستن و روش کار میکردن، کمتر از نظر ارتباط جنسی میتونست دچار مشکل میشدن، یا زمانی هم که حالا دچار مشکل هستن وقتی بدونن که از طریق دارو، از طریق تکنیک هایی، از طریق آموزش هایی، از طریق وسایل و از طریق بسیاری از راه هایی که وجود داره که این توانمندی رو در فرد بتونه ایجاد بکنه، جای پرسشی دیگه باقی نمیمونه، جای درنگ نمیمونه و ما هیچ بهانه و هیچ عذر دیگه موجه نیست، برای اینکه تمامی این موارد براشون راه هست، براشون درمان هست و راجبش فکر شده. یا مسائلی که ممکنه در زن به وجود، در مرد ممکنه مسئله نعوذ به وجود بیاد، مسئله زودنزالی به وجود بیاد، مشکل در زن، مشکل درد هنگام رابطه جنسی به وجود بیاد با افزایش سن، مسئله منوپاز در زن، اندروپاز در مرد ممکنه به وجود بیاد و تمام تغییراتی که از نظر هورمونی و بدنی، همه اینها براشون راه وجود داره. بنابراین اینطور نیست که ما باز تسلیم بشیم در مقابل اون محدودیت هایی که از نظر بدنی بدن داره و سن داره ایجاد میکنه، چرا که ما معتقد هستیم در هر مرحله از زندگی شما باید یک رژیم جنسی ویژه‌ای رو داشته باشید. یعنی زمانی که شما یک نوجوان هستید، یک رژیم جنسی رو باید اتخاذ بکنید بنابر اون تغییرات بدنی و فکری و سنی که دارید. وقتی که وارد 20 الی 40 سالگی شدید، یه رژیم جنسی ویژه‌ای رو باید دنبال بکنید. وقتی از 40 تا 60 سال هستید، یه رژیم رو، و بعد از 65 سال هم رژیم دیگری رو. ولی آیا چند درصد از شما دارید این رژیم رو دنبال می‌کنید؟ رژیم غذایی رو من مطمئناً میدونم میدونید که باید تغییر توش ایجاد بدید. میدونید که یک فرد مثلا 70 ساله نمیتونه همون برنامه غذایی رو که مثلا در سنین 25 سالگی داشته باشه، چون میدونه که یه سری محدودیت های بدنی داره، یه سری مراقبت هایی رو باید داشته باشه و یه سری برنامه غذایی، برنامه ورزشی، برنامه لایف استایل ویژه رو باید دنبال بکنه. ولی در رابطه با مسئله جنسی نه، یک الگو رو که حالا اون الگو رو ما چجوری، چقدر اشتباه، چقدر درست یاد گرفتیم، فرد دنبال میکنه همون انتظار، همون الگو رو در سنین موقعی که 40 ساله شد انجام میده، وقتی هم 65-70 ساله شد همون انتظارات رو و با همون روی کرد داره انجام میده. پس جای تردید نیست وقتی میبینیم که یه همچین مشکلاتی داره بخواد محدودیت ایجاد بکنه و فرد رو بخواد دور بکنه از رابطه جنسی، برای اینکه فرد نمیدونه که میبایسته یه همچین رویکردی رو داشته باشه. یکی از موارد دیگه، یعنی وقتی سوال میکنیم از باز این دسته از عزیزان که چرا واقعا اولویت آخر شده رابطه جنسی و چرا روش کار نکردید و چرا یه رژیم جنسی رو دنبالش نبودین، ایده از افراد میگن که خب به کجا میبایسته ما مراجعه بکنیم؟
چه کسی این اطلاعات رو می داشته، چقدر ما رومون می شده که بریم به یه نفر متخصص که راجع به این مسئله اطلاع داشته گیر بیاریم، خودمون بخوایم سر صحبت رو باز بکنیم، اون فرد چه فکری راجع به ما بخواد بکنه و اینکه چه مقدار اطلاعات درست داشته باشه بخواد به ما بده. و معمولا تنها منبعی که ما تا حالا داشتیم ازش اطلاعات میگرفتیم پزشک خانواده بوده، ولی اون پزشک هم اگر مشکلی میداشتیم، اگر موردی داشتیم، اگر عفونتی، مشکلی، مسئله اختلالی، خونریزی، یه اتفاقی برای دستگاه تناسلی داشته میافتاده، ما مراجعه کردیم. ولی همینجوری بخوایم مراجعه بکنیم که چک بکنیم که آیا رفتار جنسی ما درسته، آیا فرد میتونه به خوشنودی جنسی برسه، اگه نمیتونه دلیلش ممکنه چی باشه، اینکه ما چطوری اگر مشکلاتی رو فرد مرد داره یواش یواش تجربه میکنه، بعد از 45 سالگی میبینه که در نعوزش داره اتفاقاتی در شرف وقوع هست، این موردها رو و اینکه بخواد بپرسه از اون پزشک خانوادگی همچین مجالی نبوده. یعنی واقعیتش این هست که پزشکان هم همچین روی کردی به مسئله ارتباط جنسی تا به امروز نمی داشتن. امروزه بنابر اهمیتی که هم توی خدمتون گفتم هر روز داره گذاشته میشه رو مسئله ارتباط جنسی، از پزشکان خواسته شده، یعنی جزء دستورالعمل امروزی پزشکان هست که شما موظف هستید از زندگی جنسی مریضاتون اطلاع حاصل بکنید. ممکن اونها به شما چیزی نگن، ولی شما وقتی دارین شرح حال بیمار رو میگیرید، یه قسمت رو باید در نظر بگیرید که این فرد از نظر مسئله ارتباط جنسی ازش سوال بکنید که در چه وضعیتی داره زندگی میکنه و چه مشکلاتی رو ممکنه داشته باشه.